بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه ماه رجب هستیم و روزهای متعدد تاریخی ماه رجب، امیدوارم خداوند به برکت بزرگوارانی که نام مقدسشان با ماه رجب آمیخته است، بلاها و مشکلات و عواقب خوشسالی و تورم و شر اشرار داخلی و خارجی و همه اینها رو انشاءالله از قاطبه مسلمین، مخصوصاً از شیعیان امیرالمؤمنین و به خصوص از اهل وطن ما انشاءالله دور بگرداند. و اما ادامه بحث در حدیث امام کاظم، خطاب به هشام ابن حکم، رسیده بودیم به فصل سیوم. در فصل سیوم امام کاظم علیه السلام برخلاف فصول دیگر این روایت مبارک چند روایت از امامان پیشین نقل می کند. حدیثی نقل می کند از امیر مؤمنان علی علیه السلام که خونده شد. حدیث دیگری نقل می کند از امام مجتبی که خونده شد. حدیث سومی هم نقل می کند از جدش امام سجاد علی ابن الحسین که موضوع بحث امروز ما. امام می فرماید ای هشام، این حدیثی را که از جدم امام سجاد نقل شده است دقت کن. قال علی ابن الحسین مجالست الصالحین داعیت الی الصلاح. این حدیث 6 اندرز و سفارش در اون شده که مجموعه از برنامه سعادت رو تشکیل میده. اولیش همینه، مجالست الصالحین داعیتون الی الصلاح. ای هشام، همنشینی با نیکان انسان را به نیکی دعوت می کند، همانطور که عکس این معنا هم صادق است، همنشینی با بدان دعوت به بدی می کند. در آیات قرآن مجید این مسئله منعکس است که وقتی دوزخیان به دوزخ می افتن، بعضی از اونها به بعضی دیگر می گوین تو سبب بدبختی من شدی، تو هم نشین من بودی و مرا به اینجا کشاندی. مسئله هم نشین بسیار مهمه. انسان میگن صفاتش از صفات دیگران متأثر میشه، اثر پذیره. همون گونه که بیماری های جسمانی منتقل میشه، مبتلا به سرماخوردگی میگه با من مسافه نکنید. چرا؟ به علت اینکه این سرماخوردگی منتقل میشه. بیماری های کوچک، بیماری های بزرگ، بسیاریش از طریق همین مجالست، مصافحه، معانقه، امثال اینها
انتقال پیدا میکنی. بیماری های روحی هم بر اثر مجالست منتقل میشود. سوء اخلاق، نداشتن ادب، پرهیز نکردن از گناه، آلوده شدن به غیبت، وقتی همنشین انسان آلودگی هایی داشته باشد با او همنشین بشود منتقل میشه. تفاوتی نمی کنه. خیال کنید فقط بچه ها و جوانان اثر پذیر از دوستانشون هستن، بزرگان هم همینه. تجربه انسان کرده در مجلس یک عالم متقی پرهیزگاری می نشینه، وقتی بلند میشه یه نورانیت تازه‌ای در خودش میبینه، صفات منتقل میشه. غالبا جوانان با ما مشورت میکنن چه کنیم آلوده گناه نشیم، این دستور دائمی رو به همشون میدیم. میگیم اولا از عوامل و اسباب تحریک بپذیرید. در هیچ زمانی به اندازه زمان ما عوامل و اسباب تحریک به گناه نبوده. در و دیوار دیگه اسباب شده. وسائل ارتباط جمعی از اول تا به آخر وقتی نگاه میکنید بسیاری از اونها از عوامل تحریکن. از عوامل تحریک بپریزی. دوم، در مجالس آلوده شرکت نکنید. سوم، از دوستان ناباب پرهیز کنید. سفارش میکنیم نمازهاتون هم اول وقت بخونید، خودتون هم به خدا بسپارید. اگر این پنج دستور رو عمل بکنید میتونید در محیط آلوده هم سالم بمانید. بنابراین مجالست الصالحین داعیت الی الصلاح. دوم، و آداب العلماء زیادت فی العقل. آداب، اخلاق، برنامه زندگی علما باعث زیادی عقل انسان می شود. برای اینکه اونها عقلا هستند، آدابشون هم آداب عقلاییه. وقتی انسان در آداب اونها دقت کنه بر عقل و دانش او افزوده میشه. یکی از وسائل خودسازی و تربیت مطالعه حالات علمای بزرگی. وقتی حالات علمای بزرگ مطالعه کنیم، پرهیز اونها از گناه، پرهیز از مشکوکات و مشتبهات، ادب اونها، انسانیت اونها در حالات اساتیدمون وقتی نگاه میکردیم، زندگی اونها را از نزدیک میدیدیم، واقعا آداب العلماء زیادتون فی العقل، عقل انسان رو فزونی میدهد. بحث در این روایت امام کاظم هم عمدتا بحث پیرامون عقل و اسباب عقل و آفات عقل و آنچه فزونی عقل می آورد می فرماید یکی از چیزهایی که اسباب فزونی عقل می شود آداب العلماء است. سوم، و طاعت و ولات العدل تمام العز. اگر حاکمان حاکمان عدلی باشند، مردم باید پشت سر اونها بیستن، محکم باشن. امام علی ابن الحسین فرمود اگر مردم اطاعت ولات عدل کنن اسباب عزت و قوت و قدرتشون می شود. می دانید عزت در لغت عرب چند معنی داره؟ یکی از معانیش همون معنی فارسی که میگیم فلان کس عزت داره در مقابل ذلت. یه معنی اصلی اون عزت یعنی شکست ناپذیری. انسان به قدری قوی باشه که هیچ دشمنی نتونه او رو در هم بشکنه.
اگر اطاعت ولات عدل باشد جامعه قوی میشه، شکست ناپذیر میشه. ملاحظه میکنید الانم همه دارن توصیه میکنن به اتحاد وحدت در مقابل دشمن. این انقلاب به ثمر نرسید مگر با وحدت مردم. آفات عجیبی بود، آفات منافقین بود، آفات بعضی از رئیس جمهوری های ناصالح بود. با قوت و قدرت آمدن بشکنن انقلاب، ولی اتحاد مردم موج عظیم خروشانی بود که همه موانع از سر راه بر می داشت. اتحاد باشه، وحدت باشه، مشکلات دیگر حل میشه. ولذا فرمود و طاعت و ولات العدل زیادتون تمام العز، باعث می شود قدرت کامل بشه. و اما چهارم و استثمار المال تمام المروه، یعنی اگر اموال و ثروت هایی که در دست داری بتونی خوب ازش بهره برداری کنی، این نشانه شخصیت و مردانگی توست. خیلی ها اموال و ثروت دارن، خیلی کشورها مال و ثروت دارن، ولی میبینید بعضی هاشون اون استثمار المال دارن، یعنی مدیریت اقتصادی و به مقامات مهم اقتصادی رسیدن، که نمونه روشنش همین کشور ژاپنه. نه نفت داره، نه کشاورزی مهمی داره، وسعتی نداره خاکش، نه معادن زیادی داره، اما استثمار المال داره، مدیریت اقتصادی داره. دنیا رو گرفتن، بمب‌های اتمی که در هیروشیما و ناکازاکی افتاد و دو شهر ژاپن رو در هم کوبید و در پایان جنگ جهانی همه چیز این کشور داغون شده بود، چه شد امروز یکی از کشورهای درجه اول اقتصادی دنیاست؟ استثمار المال دارن. درباره آلمان کسی نقل میکرد، میگو بعد از جنگ جهانی دوم واقعا کشور از هم متلاشی شده بود، کارخانه ها ویران شده بود، مراکز اونها در هم کوبیده شده بود، نه نفتی دارند و نه معادن زیادی و نه کشاورزی زیادی، ولی جمعیتی دارند، مدیریت اموال دارند. مهم نشستن با حوصله این آجرهای کارخانه های ویران شده رو یواش یواش سابیدن، روی هم گذاشتن، ساختند و ساختند و ساختند، بیان که مایوس بشن، امیدوار به آینده با مدیریت. بعد کسی نقل میکرد، میگو ما باید از متفقین که آمدن کشور ما رو در هم کوبیدن تشکر هم بکنیم، برای اینکه اگر اونها نکوبیده بودن همون کارخانه های قدیمی بود، ما آمدیم به جای اون کارخانه های قدیمی کارخانه های مدرن قویتر بهتر بالاتر به جای اون ساختیم و قرار دادیم. وقتی استثمار المال باشه، مدیریت باشه، مشکلات حل. من امیدوارم اون استثمار المال و اون مدیریت کذایی و اینها هم که نشانه شخصیت و مردانگی و شهامت و شجاعته، انشاءالله در همه ما هم پیدا بشه و این گره های کوری که الان در مسائل اقتصادی پیدا شده، انشاءالله همش به دست افراد با ایمان و با کفایت انشاءالله گشوده بشه. و واقعا باید دعا کنیم به علت اینکه مشکلات
در شرایط فعلی زیاده و می دانید مشکلات اقتصادی مشکلات سیاسی ایجاد می کنه، مشکلات اقتصادی مشکلات اخلاقی و فرهنگی ایجاد می کنه، سرچشمه بسیاری از مشکلات. و اما پنجم و ارشاد المستشیر قضاء لحق النعمه، اولا به ما دستور داده شده در کارها مشورت کنید. فکر واحد جرقه واحد، افکار متعدد به هم زمیمه می شود، شعله فراوانی فراهم می کنه. الاستشارت تشیر العقول تضیف العقول الى عقل واحد، مشورت باعث میشه عقل‌های فراوانی به یه عقل اضافه بشه. انسان هر قد عقلش قوی باشه بی نیاز از مشورت نیست. هر مغزی، هر فکری یه جرقه‌ای دارد که من اونو ممکن نداشته باشم. اولا دستور به مشورت در کارها داده شده و گفتن من استبد به رأیه هلک، آنهایی که مستبد در رأیند و خود را بی نیاز از مشورت می دانن اینا هلاک می شن، بدبخت می شن. این دستور اول. دستور دوم هم اگر با تو مشورت کردن درست در مقام مشورت جواب بده. خیال کن برادرته، فرزندته، خیال کن خودت هستی می خوای این کار کنی، درست پیرامون آنچه مشورت می کنن بیاندیش و راه صحیح رو نشان بده. امام می فرماید قضا اون لحق نعمه است. این حق نعمت رو ادا کردی. کدام نعمت؟ نعمت عقل خدا به تو داده، نعمت رأی صائب خدا به تو داده. هر نعمتی شکرانه ای دارد. شکرانه ای نعمت عقل این است که در مقام مشورت دیگران خوب راه نمایی بکنی تا ادای شکر عقل شده باشد. و ارشاد المستشیر قضاء لحق نعمه. و اما ششم و آخرین سفارشی که امام علی ابن الحسین فرموده و مجموعاً یه برنامه سعادتی رو تشکیل میدهد و امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام ابن حکم این پیام جدش زین العابدین رو نقل کرده، ششمیش و کف الاذا من کمال العقل و فیه راحت القلب عاجلا و عاجلا. می فرمود کف الاذا، آزارت به دیگران نرسی. اگر آزارت به دیگران نرسد این نشانه کمال عقل توست. چرا؟ برای اینکه آزار رسوندن دشمنی ایجاد می کند و دشمن رو هر چقدر کوچک باشه نباید کوچک شمرد. در بزنگاه ممکنه ضربه ای به تو بزند که نتوانی کمر زیر اون ضربه راست کنی. کف الاذی، خودداری از آزار دیگران، همسایه، دوست، خویشاوند، برادر، چه همسایه اینا من کمال العقل. متاسفانه بی عقلی ها سبب اذیت و آزارها و دعواها شده است. همین دیروز بود نامه ای میخوندیم و استفتایی، برادرها و مادر و همه به جان هم افتادن بر سر تقسیم ارث پدر. این مال بازم به دست میاد اما برادر دیگه گیرت نمیاد، مادر دیگه گیرت نمیاد. این از دست میدی به خاطر همین چند شایی مال دنیا. کف الاذی من کمال العقل، عاقل باشی
عذیت مادر و برادر نمی کنی، همسایه دور دست هیچ کس، ذیل و دقت کنید و فیه راحت القلب، آرامش درونه. عاجلن تو دنیا آرامش میخوایی، آزارت به مردم نرسه. در آخرت آرامش میخوایی، آزارت به مردم نرسه. عاجلن یعنی در دنیا، عاجلن به همزه یعنی در آخرت. آرامش دنیا و آخرت در سایه کف الراست. خودداری از آزار رسوندن به دیگران. فکر کنید این روایت کوتاه با این شش برنامه واقعا عمل بشود، دنیا گلستان میشه. این دولت‌های زورمند بی منطق بی عقل دنیا را یه محل ناامن کردن برای خودشون و برای همه. هیچ زمانی به اندازه امروز دنیا ناامن نبود، بلکه همه دارای سلاح‌های مخربند و همه هم دنبال اختلاف دارن میرن. پناه بر خدا اگر یه روز جنگ جهانی سومی برپا بشود، آیا آثاری از بشریت میمانه یا نمیمانه؟ معلوم نیست. خداوند به همه عقل و هوش و خرد و فهم دهد که در سایه آن تقوا به دست میاد، تقوا باشد، آرامش دنیا و آخرت خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم یا حمید به حق محمد و یا علی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و استر عیوبنا و اشف مرضانا و سلم مسافرینا، لا سیما زوار بیتک الحرام و زوار قبور الائمه علیهم السلام. اللهم اصرف عنا البلایا و شر الاعداء و کید الكفار. اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عجل في فرج